بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با آرزوی سلامتی برای همه جامعه بشری کشور عزیز ما افغانستان و همه شما خوبان، دوستان و سروران گرامی، ان الله لا یجر الامور الا به اسبابها. یک خانم دانشمند نزد حضرت آیت الله بروجردی آمده بود، از او سوال کرده بود که شما مگر نمیگید که در فلسفه علت تامه از معلول خودش غیر قابل انفکاک است، یعنی علت باشد و موانع نباشد، استعداد ذاتی هم برای طرف باشد و علت تامه از معلول خودش غیر قابل انفکاک. گفت چرا قبول داری؟ گفت خب، در جریان آتش زدن حضرت ابراهیم که نمرود اونقدر آتش افروختن که میگن از فاصله بسیار دور، چون حرارت خیلی زیاد بود، با منجنیق رو پرتاب کردن بین شعله های آتش. گفتن خب علت بود، مقتضی موجود بود، مانع هم نبود و استعداد سوختن هم برای ابراهیم بود، پس چطور شد که در اینجا علت تامه از معلول خودش انفکاک پیدا کرد؟ با کمال اعتذار که العذر عند کرام الناس مقبول، از خواهر بسیار بسیار گرامی ما سرکار خانم فروزان، دیگه حضرت آیت الله بروجردی فرمود که خواهر، اون کونی را که خدا به آتش گفته بود اگر به تو میگفت یخ میبستی، که اشاره دارد به اون آیه شریفه که یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم. خدا دستور داد که ای آتش باش بر ابراهیم سرد و سالم، او را سالم نگه دار. و اذا اراد الله شأن یقول له کن. و میخوام بگویم که اسباب و مسببات، با این اشاره که آیت الله بروجردی کردن، اسباب و مسببات هم طبیعی داره که ان الله لا یجر الامور الا باسبابها. اصلا نظام عالم، نظام طبیعت، نظام جهان، نظام اسباب و مسببات است و علل و معلول. تمام این مسائل علمی هم که پیش میره، است کیهان شناسی تا طب و همه اینها بر اساس همان نظام اسباب و مسببات و علل و معلوله که خدای سبحان اساسا نظام طبیعت و عالم را بر این سیستم، بر این مسیر هدایت داده. اما میخواهم بگویم که اسباب و مسببات منحصر به اسباب و مسببات طبیعی نیست. یک سلسله اسباب و مسببات هم هست در این عالم که ماورای طبیعی است و او مهمتر از این اسباب است، اونم اسبابه و اون سبب قوی تر است که خدای سبحان فرمود که این بله اداره الله شن یقول له کن فیکون. اینو به این لحاظ عرض کردم که فرهیخته واقعا گرامی، بعضی از فرهنگیان ما واقعا فرهیخته هستند، مثل جناب آقای بشارت که اشاره فرمودن که اون عالم که بله گفته بودن که اگر ما متدین باشیم اصلا پیش نه، این اشتباه است. هم نظام اسباب و مسببات در عالم طبیعت حاکمه، یک واقعیت است، اصلا مشی الهی، نظام قضا و قدر بر این استوار هست. و هم این که ما باید بدانیم که در این عالم تنها نظام اسباب و مسببات حاکم بر طبیعت نیست، اسباب و مسببات ماورای طبیعی است که او بالاتر از این اسباب و مسببات است، اون هم باید باورمند باشه. خب دوستان، این ویروس حقیقت اینه که امروز گرفتاری بشریت از مردم جاهل نیست، گرفتاری بشریت از آگاهان فاقد تعهد است. باورمندی بسیار از آگاهان این است که این ویروس، ویروس صنعتی است، نه ویروس طبیعی. خب حالا آزمایش کردن، از دستش در رفته به هر شکلی، یا اینکه انگیزه های ارزم حضور شما که ویرانگرانه داشتن، آنطور که بالاخره خب رئیس جمهور
روسیه بالاخره محکوم کردن که کشورهای غربی رو که هدف از اینا اینه که مثلا اون افرادی که مثلا کهنسالان اینها که مصرف کننده هستن و از تأمینات اجتماعی استفاده میکنن اینها ارزم حضور شما که کم شوه و امثال. به هر صورت کاری نداریم، میخوام بگم این یک مسئله هست و باورمندی زیاد هم اینه که این ویروس ویروس سنتی است. یعنی جامعه علمی بشریت این خطر را، این بحران را برای بشریت آفریده و تمام گرفتاری های مهم. درست است که جهل بدترین دشمن جامعه بشری است. از جهل ملت ما بالاخره استکبار جهانی سوء استفاده میکنه علیه کشور ما، علیه استقلال ما، امنیت ما، همه اینها درست. اما واقعیت قضیه این است که ضربه ای را که بشریت از سوی آگاهان و دانشمندان فاقد تعهد که از علم و دانش به عنوان ابزار استفاده میکنند، خطراتش خیلی بیشتر بوده. از جمله در رابطه با همین مسئله، ویروس هایی که طبیعی هست معمولا ضد اون در طبیعت موجود است و خیلی خوب میتوانند کشف کنند و واکسنش رو پیدا کنند. اما این همه تلاش میکنه نتوانستن پیدا کنند، به خاطر که از ویروس های مختلف ارزم حضور شما که صنعتی اینا رو مونتاژ کردن، میگوین که از مثلا هم از اشایوی هست، هم از ارزم حضور شما که آنفولانزا و چند تا ویروس دیگر اینا رو مونتاژ کردن و به وجود آوردن. یک ویروس صنعتی است و لذا نمیتوانن آنتی ویروسش را ارزم حضور شما که کشف کنن و بسازن. کاری نداریم. دوستان و سروران گرامی، جناب آقای محبی عزیز، جوان بسیار بسیار دوست داشتنی ما، آقای فصیحی زاده، بعضی ها واقعا به اصطلاح روشن فکر معابن، ادای روشن فکری در میارن، اما بعضی ها هستن مثل آقای محبی عزیز که واقعا روشن فکرای جامعه ما هستن. این جوان روشن فکر عزیز فرمودن که کرونا جرم نیست. کاملا درست است، کرونا جرم نیست، اما انتشار کرونا به هر شکلی باشه جرم است. حضرت آیت الله فیاض هم فرموده هر کسی به هر شکلی باعث انتشار بیماری در جامعه بشود، اگر چنانچه اون طرف بمیرد، به عنوان این که قاتل هست باید دیه او رو پرداخت کنه. این از نظر فقهی. از نظر حقوقی جناب رسوالسه ماده قانونی داریم در کد جزا که هر کسی باعث انتشار بیماری در جامعه بشود او مجرم است و مسئولیت جنایی دارد. دوستان و سروران گرامی، همه ما مسئولیت داریم. از همه کسانی که به هر شکل زحمت کشیدن، به خصوص حقیقتا بنده قبل از نوروز اینجا آمدم، اون زمان خودم را قرنطینه کردم، هنوز برنامه در سطح ولسوالی گرفته نشده بود. بنده به خدمت دکتر بسیار بسیار دوست داشتنی، بزرگوار، واقعا از این رقم دکتر ما کم داریم. البته خب اثبات شای نفی مادانه میکنه جناب آقای دکتر جاوید، همه دکترای ما، دکتر سید مصطفی، همه بسیار خوبن، بسیار عزیزن. همه اینها چقدر تلاش کردن، ولی طرح برنامه‌ریزی که جناب آقای ستوده به عنوان نماینده وزارت صحت عام انجام دادن، طرح بسیار جالب، بسیار جامع، بسیار بسیار محکم، هم از نظر اجتماعی هم از نظر علمی، و همه جامعه طبی ما در جاغوری، همه پزشکان محترم حمایت کردن. از همه شما بی‌نهایت تشکر میکنید. در واقع از زبان مردم جاغوری از همه شما بی‌نهایت تشکر میکنید. دست همه شما درد نکند. و از خواهر گرامی سرکار خانم فروزان که واقعا و فعلا به عنوان مدیر این کمیته کرونا، در این قسمت هم در قسمت مدیریت اجتماعی کرونا هم واقعا فروزان و درخشان جلوه کردن و دستشان درد نکند، از خودش، از همکاران محترم فرهنگیش. دوستان و سروران گرامی، دکتر صاحب ستوده ببخشید، بقیه دکترهای محترم، در قانون صحت عامه هست که اگر چنانچه طبیبی از پذیرش مریض امتناع ورزد جرم است. اون مریض حق دارد از او شکایت کند.
در این قسمت در رابطه با تجهیز و حمایت شنیدم، البته امروز هر کدام از شفاخانه ها یک به هر صورت دستگاه اکسیژن برای اینجا دستگاهش در اینجا کپسولش اختصاص دادن، به نهایت تشکر. اما بیشتر شما تلاش کنید، اگر شما بیشتر تلاش نکنید سرکار خانم فروزان شما میتوانید اون بیمارای حاد ارجاع بدون به خودی شفاخانه ها، و اون شفاخانه نمیتواند بر اساس قانون امتناع ورزد. اگر امتناع ورزد ماده قانونش بنده خودم ارجاع بدین که بعد راهنمایی کنم بر اساس اون ماده قانونی ارزم هم شما که حق شکایت و حق پیگیری دارد. ببخشید، بسیار بخشید دکتر سیبا. علما هم مسئولیت دارن، همانطور که همه مسئولیت دارن، و آقای فصیح زاده فرمودن و انشالله که وعده ایشان البته بالاخره المؤمن اذا وعد وفا، ایشان هم مؤمن هستن هم عالم، حتما انشالله همه علما حمایت کنن. از حضور گرم و با صفای همه شما تقدیر و تشکر میکنیم. دوستان و سروران گرامی، بهترین راهکار برای مبارزه با کرونا و غلبه و پیروزی با کرونا این است که ما باید الان آشتی کنیم با کرونا، بپذیریم کرونا را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر، چه بخواهیم چه نخواهیم به سراغ ما و خانواده ما خواهند آمد. پس ضمن مراقبت های پیشگیرانه بهترین راه حل این در مرحله اول، البته خب این غیر تخصصی است، باید دکتر صاحبا عرض بکنم، بنده از بود تجربی و عرضم حضور شما که برداشت شخصی خودم عرض میکنم فضولتا، بازم کمال اعتذار از دکتر صاحبا. اگر چنانچه بیماران را در خانه بپذیریم، البته در خانه هم قرنطین کنیم، اونجا هم را در یک جای خاص که دیگر از او اجتناب کنن، با قرنطین خانگی و مراقبت خانگی و این که بالاخره تمام پیران دوستان اشاره فرمودن که استرس و امثال اینها بالاخره ارزم حدود بعضی از زرترق شدن و امثال یک واقعیت است، یک واقعیت. بعضیا به مجرد این که مثلا شاید هم کرونا نبوده اما شاید مثلا آنفولانزا و امثال اینها بوده یا بیماری های فصلی و اینها، بله همه که حس کردن بعد به خاطر استرس زیاد سکته کردن، موارد متعدد بود. بنابراین ما با پذیرش اجتماعی و این که همه ما، همه اعضای خانواده، همه اعضای قریه باید حمایت کنه از بیماران و همه را بالاخره این انگیزه را به وجود بیاریم از نظر عاطفی، از نظر انسانی، این قطعا میتواند حداقلش اینه که روحیه افراد بالا میبره. روح اصلا بالا بردن روحیه در مقابل مبارزه با هر بیماری از جمله این بیماری 100% مؤثریت زیاد دارد. خب دوستان، آقای حضرت آیت الله فیاض فرموده است، البته من بازم فضولتن عرض میکنم برای خاطر اینکه آقای فصیح زاده اون سؤالی نابی را که جناب آقای بشارت کردن به نظر من جا ماند. حضرت آیت الله العظمی فیاض فرموده اند در رابطه با نماز و تغسیل و غسل دادن، میدونی غسل دادن واجب است، عرضم حضور شما کفن کردنش واجب هست، نمازش واجبه، تلقین جناب آقای بشارت مستحب به انجام هم نداد، هیچ اشکالی نداره. اما اون واجبات را آیت الله فیاض فرموده اگر کسی باشد که نترسد، حالا با حفظ یک سلسله مراعات ارزم حضور شما که وقایوی نمیترسد، بر او واجب عینی است که باید انجام بده. در قسمت نماز البته وظیفه علماست، فقط از باب تشویق عرض میکنم، اگر در جای کسی پیدا نشود که نماز میت رو بخواند، زنگ بزنید در کل جاهای شماره منو بدین، بنده حاضر. اما حقیقت اینه که غسل دادنش بلد نیستم، در عرصه عملی کار نکردم، فقط میدانم که مثلا این سه تا غسل بلد به مامورم انجام میدادم، ولی میخواهم عرض کنم که یه ویروسی رقم نیه که توب کنه بلی آدم. با یک عرضم حضور شما که از این وایتکس و با یک سطل آب بالاخره که مخلوط کنه میتونه راحت 100 بار عرضم حضور بر پیفف نه گوشش چشمش همه بدنش را غرق ده عرضم حضور شما که در وایتکس کنه. بعد عرضم حضور شما اربوش هیچ مشکلی وجود نداره، هم غسل دادن واجب هم هست، حتما علما این مسئله را مطرح کنه. من یک پیرزنی را عرضم در خانه رفته بودیم چند مدت قبل، تازه بود زمان بتر
ازم حضور شما که از ایران آمده بودیم بعد چند مدت رفتیم و او پیرزر مؤمن فقط نگرانش مبتهمی غیطاب عمرم چی رقم بود، تمام نگرانش این بود کی سر از برای من نماز میخوانه، کی مرا غسل میده. بعد برسد برادرش گفته بود که بالاخره تو نترس ما تو را غسل میدیم. بازو زنش گفت که والله من بیرار از تو خیلی زیاد ارزم حضور شما که شتاب زده یه، من فکر میکنم تو را زنده ارزم حضور شما که غسل بده و کفن کنه. ولی بعد برای نماز برای صرفا مطمئن شد، گفت مگه تو بمیری از کرونا من بر تعهد میکنم که بالاخره نماز خودم انجام میدم. بسیار دعا کرد. علما حتما در این قسمت ازم حضور شما که حضور فعال خودشون چطور در ایران یک دی از علما جوانان بعضی از این علما در کابل هم بالاخره اعلام کردن از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی هم که اعلام موجودیت کردن. خواهش ما اینه، واقعیت این است، علما هم مسئولیت دارن. چند تا از علما بیاید انقلابی قدم پیش بگذاره، اعلام کنند در فضای مجازی، اعلام کنند که ما حاضریم هر گوشه گوشه مناطق ارزم مطبا جاغوری و همجوار اگر چنانچه کسی پیدا نشود ما حاضر هستیم بیاییم واجبات دینی و در رابطه با غسل و دفن و کفن او را انجام بدهیم. ببخشید همه شما خوبان از این که اطاله کلام شد، خدای سبحان همه شما را، دلبندان شما را، عزیزان شما را از همه آفات بر یاد مسئول و محفوظ بدارد. خاتم انبیا فضا و دهان را معطر بفرمایید با صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید.